سلام سلام سلام، برنامه کتاب باز شروع شد. آقای اردشیر رستمی سلام. سلام سروش عزیز و مردم عزیز ایران در هر جای جهان. ارادتمندم، این آخرین قسمت از گفتگوی ما در ویژه برنامه ماه مبارک رمضان کتاب بازه و بقیه صحبت هامون میمونه برای فصل بعدی که نزدیک پاییز خواهد بود دیگه. خیلی خوشحالم که باز با ما بودی و امیدوارم باز هم در ادامه هم همراه باشیم، هم من باشم هم شما باشید و هم کتاب باز باشه. قربونتون برم، آمین. آره خیلی چیزا آمین داره دیگه، آفتابو میبینیم و بگیم آمین، دلمون تنگ میشه. من آمین. یه چیزی بگم که دوست دارم حالا اینم چند بار بگم، آقای رستمی واقعا به سختی اومد به کتاب باز و به سختی در کتاب باز ماندگار شد. یعنی هر دفعه میگفت من دیگه نمیام، من دیگه میخوام برم، دیگه باید برم به کارام برسم. ولی کتاب باز برای همه ما، برای اردشیر رستمی، برای مشتبه شکوری، برای آقای یاسین حجازی، برای عرضم به حضورتون حسین فروتن، برای آقای دکتر کاکاوند، آقای فراستی، خانم مصطفی زاده و همه ما یه جوری مثل یه خانه امنی شده که دلبستش شدیم. بله همینطوره. ممنونم از شما. بله من نمیخواستم بیام، ولی میخواستم من بمونم. چیزی که رخ داد بعدها پتانسیل موجود در برنامه شما بود و انرژی که شما دارید و تهیه کننده محترم، عوامل همشون. من از واقعا دلم برای تک تک بچه‌ها اینجا تنگ میشه. ولی یک چیز مهم دیگه هم اینه که این چیزهایی که من میخونم از اون ورین ور جهان، اینا انرژی های مهار شده توی قفسه کتابخونه هاست که اینا باید منتشر بشن. ما وظیفه داریم نسبت به اینها، ما باید اینا رو منتشر کنیم. کاملا درسته. باید اضافه کنم به حرفت، میدونی این انرژی از کجا میاد؟ از بازخوردی که ما از بیننده های برنامه داریم میگیریم. یعنی پیغامایی که میدن، برخوردهایی که میبینیم، این که احساس میکنیم شاید یه اثر خیلی کوچیکی گذاشته، اینه که این انرژی رو اینقدر متراکم و قوی تو وجود همه ما کرده. بله، و حق اون مردمه که حقشون بهشون داده بشه. این کتابای من همش از این هاست. این کتابا سری قبل معرفی کردیم، تلنگر و نشر پوینده و نوشته هایی که اردشیر رستمی جمع‌آوری کرده و نوشته. بله. روزی مادرم گفت میشود کمی از دغدغه‌هایت به ما بگویی و این همه در خودت نباشی. گفتم مادر، یک ماه بعد، یک سال بعد، 10 سال بعد، زنی یا مردی در کافه، در کویر یا جنگل یا بر روی دریا برای من چای خواهد آورد. میخواهم بدانم او اکنون کجاست و چه میکند. میخواهم از حالا به او سلام. برای شما هم که نمیدانستم این موضوع رو برایتان خواهم نوشت، سلام میکنم. ما میتوانیم یک لیوان را فقط برای کسی که نمیدانیم چه هنگام او را خواهیم دید بخریم و با خالی نگاه داشتنش همیشه پرش نگاه بداریم. قربونتون برم. اینو سریع تموم کنم برم سراغ اون کتاب دوم، چون قول دادم. حسین علیزاده استاد بزرگ موسیقی را چند شب پیش دیدم. سالها بود که می‌خواستیم یکدیگر را ببینیم ولی مؤثر نمی‌شد. مهمان بودیم. استاد همان چیزی بود که فکرش را می‌کردم و این خیلی خوب است. درباره او زیاد می‌توان نوشت. خیلی زیاد. اما چیز بزرگی که آن شب از ایشان آموختم این بود که استاد حسین علیزاده موسیقیدان و نوازنده را در خانه گذاشته بود و مثل همه در شادی سهیم بود و از دوستان و نزدیک میزبان بود. او به خاطر دوستش خودش را کنار گذاشته بود. انسان‌ها بی دلیل بزرگ نمی‌شوند. بزرگی قانون دارد.
خوش به حال جهان با حسین علیزاده. خیلی خوب بود. در باغ زیبای ملک بادامی از زیر درخت پیدا کردم. چند روزی نگاهش داشتم. حتی لحظه هایی که همراه من نبود به آن فکر کردم. در حالی که اینجور تنقلات همیشه جایگاه ویژه‌ای در خانه ما دارد و هرگز هم کم نمی شود. اما نمی دانم برای چه آن همه به آن بادام دلبسته بودم. فکر می کردم با تمام بادام های جهان فرق می کند. تا اینکه روزی با اشتیاق و علاقه غیر قابل باور خلوت کردم و آن را شکستم. ولی بادام پوک بود و تمام احساسهای من از بین رفت. تمام آن احساسها و رویاهای باور نکردنی مرا ذهنم ساخته بود، بیان که بدانم بادام خالی است. بادام یک گنج بسته بود که فقط بستهش ارزش داشت. خیلی از حرفها، رازها، احساسها و آرزوها باید نگفته بماند، زیرا فقط نگفتنشان رویاساز و زندگی بخش است. خیلی چیزا که بر ما مهمه به کسی بگیم همه چیز فرو خواهد ریخت، چون اصلا نخواهد فهمید که چقدر اون برای ما مهم بوده. ناظم حکمت شاعر بزرگ ترک سالهای سال در زندان بود. نامه‌هایش کم نظیر هستند. به همسرش پیرایه می نویسد: نامم زودتر از من به تو می رسد، به نامم حسادت می کنم. ما دومینو بازی کردیم و من باختم. امروز غذا پختم. حیدر بیگ نیز حلوا درست کرد. فوق‌العاده بود. طعم شیرین رویا می‌داد. ساعت مچی هم خراب شد. من هم دم و دستگاهش را بیرون آوردم و یکی از عکس‌های تو را در آن گذاشتم. حالا به ساعت نگاه نمی‌کنم، چون ساعت یواش یواش برای مفهوم خودش را از دست داده است. حالا تو برای من همه چیز هستی، مثل همیشه. به ساعت نگاه نمی کنم. در مچ دستم به سر کوچولوی تو نگاه می کنم. شاید هم روزهای فراق به پایان رسید. قلبم در سینه نمی گنجد. تو را به صورت واقعی دیدن چقدر اینجا مهمه برام. ببخشید. شاید هم روزهای فراق به پایان برسد. قلبم در سینه نمی گنجد. تو را به صورت واقعی دیدن و انگشت های بلندت را لمس کردن و تنها برای خاطر تو زیستن، تلاش کردن و آفریدن. فرزندانم را در آغوش می گیرم. چشمان محمد و فاتوش را می بوسم. به اهل خانه حسرت. از کتاب آسمان مانند دست های توست، نشر دنیای نو، ترجمه دختر مهربان خاک، زرین تاج پناهی نیک. آقای رستمی، ناظم حکمت یه شعری داره که زندگی خودش رو توضیح میده. عجب شعر عجیبی. چقدر شعر خوبیه. حفظ هستی چون همه شعرها رو حفظ میده. خیلی شعر. آره بلنده، بخششو بخونم. یه بخششو. آره. میگه در 1902 به دنیا آمدم. از 12 سالگی شعر گفتم. در 19 سالگی دانشجوی دانشگاه مسکو بودم. لنین را ندیدم ولی بر سر جنازه‌اش نگهبانی دادم. به خیلی جاها که مردم میروند من از 21 سالگی به بعد نرفتم، اما گاهی برایم فال قهوه گرفتند. به آنها که دوستشان داشتم دیوانه وار حسادت کردم، اما به چاپلین ذره حسادت نکردم. به آنانی که دوستشان داشتم وفادار نماندم، اما پشت سر دوستانم کلمه‌ای حرف نزدم. به خاطر کودکان دروغ گفتم، به خاطر دوستانم دروغ گفتم، بعضی وقتها هم بی سبب دروغ گفتم. مردم طعم انواع میوه ها را و غذاها را می شناسند، من طعم انواع جدایی ها را و حسرت ها را. هم در زندان های بزرگ خوابیدم، هم در هتل های بزرگ. در 35 سالگی خواستند اعدامم کنند، در 45 سالگی خواستند جایزه صلح نوبل به من بدهند. عجب شعر، یعنی از چه صداقتی موج میزنه توش. آره خیلی خیلی خب. ناظم وقتی فوت کرد، مرد ناظم حکمت، نرودا گفت ناظم بعد از تو کی میخواد به ما شعر گفتن یاد بده؟ پاولو نرودا گفت به ناظم حکمت. خیلی آدم اساسیه ناظم. شعرش بریم. آره شعر، وقتی که توی خونه هستی و شعر میخونی و رو تأثیر میذاره چی کار میکنی؟ راه میخونم. بله، مثلا دیروز به شمس عزیز زنگ زدم، به چند نفر زنگ زدم، شعر خوندم براشون.
یک شعر از نایرا هامبورتومیان، شاعر ارمنی هست خانومه، خیلی شعر خوبیه جدید، من اینو خوندم، اینقدر باشکوه، وای وای، میگه زمان خستگی اسبها سال هاست که سر آمده است. چرخ هایی حمل می کنند که از بی دردی برق می زنند. واه 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 واه، چقدر خوبه سیارمون، سیاره شعر واقعا. نرودا میگه به سرگردانی ادامه خواهند داد این اشیاء پولادین میان ستارگان، و انسان خسته از آسمان بالا خواهد رفت و ماه آرام را از خواب بیدار خواهد کرد و آشفتهش خواهد کرد. اما زمانی که در شیلی درخت های انگور جان می گیرند و دختران سبزه مرموز آواز می خوانند، من نمی خواهم سیارم را عوض کنم. و چقدر خوبه که اینقدر شعر حفظی، چه لذتی داره که توی جمع هایی که هستی، من تجربه رو دارم، وقتی که تو حضور داری و همینجور هر چیزی با شعر، با شعری که تو میخونی همراه میشه. توی سینما و تلویزیون یک آقای صدا برداری هست به اسم آقای فرخ فدایی. من این شانس و سعادت رو داشتم که چند تا کار با آقای فدایی بودم و آقای فدایی هم خیلی شعر حفظه. اصلا حضورش سر صحنه، این که هر موضوعی که پیش میاد چند بیتی یه بیتی شعر میخونه، اینقدر فضا رو دلنشین میکنه که حد و حسابی نداره. لطف دارید. من خوشبختانه 99% چیزهایی که میگم مال خودم نیست، این مال جهانه و من کپی رایت معنوی اونها رو دارم میپردازم. اونها حالی که به من دادن رو باید منتشر بکنم. من وظیفه‌ام این هست. من شاید یه بلندگو باشم فقط در صدای اینها که اینها رو انعکاس بدم، چون حیفن اینها، جهان با اینها زیباتر میشه. یک انرژی از اون ور جهان با این ور جهان به هم میدم، دست به دست میدم و جهان رو میسازن. آدم های بد جمع میشن دور هم، گروه های مثل داعش جور میکنن. چرا آدم های خوب رو جمع نکنیم دور هم و این موجش راه بیفته؟ چقدر زیبا یانیستیتسوس میگه، میگه قصد این نیست که من بر تو غلبه کنم یا تو بر من نیز. اینجا هر کسی بر خیش تن خیش غالب است. دنبال اسمها، دنبال خودمون نباشیم، دنبال انعکاس این تصاویر باشیم، این صداها باشیم تا زیباتر بشیم. آدم با بزرگ کردن، با گفتن اسم دیگه کوچیک نمیشه، بزرگ میشه، آدم خوبی میشه. کپی رایت اینا رو بپردازیم. این کتابای من همش سرشار اسمهاست. یه بار مهران دهبزرگی 10 سالش بود تو شیراز گفت اما حرف مرد نباید یکی باشه، وقتی تعمیر حرفش درست نیست باید پس بگیره. اینا رو مینویسم، از اینا یاد میگیرم. توی مرزن آباد چالوس یه بقالی کوچیکی بود، گفتم آقا اینو دارین؟ گفت نه. اینو دارین؟ گفت نه. گفت جلوتر اون مغازه داره. بعد دیدم این چیزهایی را آورده که اون نداشته باشه و چیزهایی که اون داره رو این نمیاره تا اون هم فروش بکنه. خب این اسمها رو باید گفت تا جهان زیباتر بشه. به قول پاستون شعری که فرمودین سنگ آفتاب، میگه مرا صدا کن تا به دنیا بیایم، من هم تو را صدا میکنم. همدیگر صدا کنیم، اسمای همدیگر رو به کار ببریم، تکثیر کنیم همدیگر رو همینطوری. ببخشید من برم سراغ این کتاب، چون که وقتمون کم خواهد. بخش بعدی بریم سراغ این کتاب. باش. که آره، و یاد باب اول گلستان افتادم که از یه فروشگاه کوچیکی یک مغازه بزرگی هم اون محل زده میشه و اون خانواده تصمیم میگیرن از این کوچیک هم خرید بکنن، چون اون که مشتریاشو داره، ولی چراغ این یکی هم روشن بمونه. بله بله،